گلدنبال کانال تخصصی نوستالژی و تاریخچه تورنمنت های محتبر فوتبال جهان ممنون میشن که ما را سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید با عرض سلام و عرض ادب خدمت شما مخاطبین گرامی کانال یوتیوبی گلدنبال در دومین قسمت از مرور تاریخچه مسابقات باشگاهی داخلی ایران به سال 1353 میریم و با باشگاه تاج قهرمان این دوره از مسابقات بهتر آشنا میشیم باشگاه تاج جام دوم تخت جمشید رو در سال 1353 فتح کرد تا علاوه بر رکس به عنوان قهرمانی جام را نیز از دست رقیب سنتی خود پرسپولیس درآورد آنها این پیروزی ارزشمند را مدیون نتایج درخشان نیمفصل اول و سبقت پنج امتیازی در پایان نیمفصل بودند هفت پیروزی متوالی از هفته ششم تا دوازدهم حاشیه امنیت مناسبی را برای تاج برمغان آورد تاج از مجموعه 11 دیدار نیمفس ده دیدار را با پیروزی به پایان برد و تنها یک تصاوی برابر سنت نفت آبادان کسب کرد یک شروع رویایی و خیر کننده برای فصلی که با قهرمانی پایان پذیرفت آنها جواد علاوردی مسعود موینی حمید سبرادران علی رحمانی و همایون مشتری را از ترکیب خارج و در مقابل جوانانی همچون آندرانیک اسکندریان خاکسار و فرامرز کردستانی را به جمع خود افسودند بی تردید می توان دو عامل بزرگ در راه رسیدن به مقام قهرمانی را در سال 53 برای تاج معرفی نبود ابتدا مربی یوگوسلاو آنها رایکوف و اندیشه های دفاعیش و سپس دروازبان نامدار آبیها مرحوم ناصر حجازی که در نیمفصل اول مسئولیت حراست از دروازه را براده داشت متاسفانه او در نیم فصل دوم به دلیل مصومیت مچ دست قادر به همراهی کامل تیمش نبود سه بار گزینش او از سوی نشریه دنیای ورزش آن روزها در تیم منتخب هفته مورد تعییدی بر شایستگی های اوست پس از این دو عامل میبایست به نقش میوری کاپیتان علی جباری اشاره کرد او علاوه بر رهبری خط هافک آبی ها و تغذیه مهاجمان گره گشای تیمش در خط حمله بود شاید تنها نقطه نقیصه تاج در سال 53 در سیمای بیش از حد احتیاط آمیز مبتنی بر اندیشه های دفاعی رایکوف دانست که حتی روی کار غلام حسین مظلومی گلزن عنصر فوتبال ایران و آقای گل فصل پیش مسابقات نیز تاثیرگذار بود هرچند مظلومی بار دیگر آقای گل جام تخت جمشید شد ولی هنگامی که به آمار و ارقام او نگاه می ثبت ده گل از بیست بازی نشان از وجود احتیاط بیش از حد در نزد کارد فنی داشت اتقاض این شیوه موجب دوری تاج از فوتبال چشنواز سالهای قبل گردید قهرمانی تاج در هفته بیستم در دیدار با ملوان و دو هفته زودتر از اتمام مسابقات قطعی شد ضربه سر زیبای مسعود مجدهی مهاجم متعصب آبی ها که در این روز از همه بیشتر دوید و برای قهرمانی بیشتر از سایرین عجله داشت سرنوشت جام را مشخص کرد بسیاری از کارشناسان وقت اعتقاد داشتند که آبی پوشان جام را هفته یازدهم در دربی سنتی با رقیب سرخپوش به دست آوردند چرا که گل دقیقه 88 حسن روشن دیگر ستاره آبی پایتخت در حالی به ثمر رسید که رقیب با انگیزه برای گلزنی و کاهش فاصله سه امتیازی بیتابی میکرد اما این گل فاصله را از عدد سه به پنج رسانید تا راجرز و یارانش کاری بس دشوارتر از قبل داشته باشند تاج جام دوم تخت جمشید را با ناصر اجازی و رشیدی درون دروازه آغاز کرد سپس در خط دفاعی منصور پورهیدلی اکبر جم سعید باغوردانی عزت جانملکی به همراه آندرانیک اسکندریان به میدان رفتند در خط آفک نیز کاپیتان علی جباری کارو حقوردیان عباس نوین روزگار حسن نگارش و جواد غراب و در نهایت در خط حمله غلام حسین مظلومی مسعود مجدهی حسن روشن رضا عادلخانی هادی نراقی و مرداد زمانزاده تشکیل دادند آنها نخستین تیمی بودند که در موعد مقرر یعنی در پایان آخرین دیدار لیگ جام را به دست آوردند و در امجدیه به همراه هواداران قهرمانی خود را جشن گرفتند